روحانیت بود از مراجعی که میتونستن جایگاه او رو به عنوان ولی فقی در ولایت مطلقه فقی زیر سوال ببرن این نخستین گام بود گام دوم وابسته کردن روحانیت بود به دولت یعنی تا اینجا روحانیت منابع مستقل مالی خودش رو داشتش و موفق میشد به واسطه این استقلال مالی در مقابل حکومت بیسته مقابله بکنه اما این بار میایم میبینیم که به نوعی آخوندها تبدیل میشن به کارمندان دولت کارمندان امامه به سر دولت هستند و برای اینها بودجه تعیین میشه سازمان درست میشه برای اینکه بتونن اینها رو تغذیه مالی بکنن و بعد خیلی جالب جان پارسا که به تدریج اصلا نه فقط حویی... به استقلال مالی روحانیت رو ازش میگیرن بلکه هویت فرهنگی هویت مذهبیش رو هم میگیرن و به نوعی میتونیم بگیم مذهب دولتی در ایران سوار میشه یعنی تا اینجا بحث دولت و مذهب بودش اینجا دیگه میتونیم از دولت مذهب صحبت بکنیم یعنی هر دوتاش یکی هستش و این است... ملی مذهبی هم میشه بله من اون یه اصطلاح به قول معروف گروهی بودش که از حاکمیت بیرون موندن اینا من این رو میخوام بگم که خمینی چقدر حساب شده کار کردش اجازه میخوام دو تا نقل قول بیارم برای اینکه ما بدونیم استراتژی خمینی در واقع چی بود چگونه بود و چگونه به قدرت رسید ببینید در کتاب کشف الاسرار که میدونید که از هایی نوشته شده در دهه چهل هستش خمینی میاد میگه روحانی نباید کار دیگری غیر از روحانیت یعنی بست توحید و تقوا و پخش و تعلیم قانونهای آسمانی و تهذیب اخلاق بپردازد این اون روایتی هستش که قبل از انقلاب داره میگه که آقا کار روحانی این هستش که مسائل اخلاقی و مذهبی و اینا بپردازه حالا همین خمینی حدود 15 سال بعد زمانی که دیگه قدرت رو گرفته در شش خرداد 1360 خطاب به نمایندگان مجلس این رو میگه این را بدانید که تنها روحانیت میتواند در این مملکت کارها را از پیش ببرد فکر نکنید که بخواهید کنار بگذارید روحانیت را ببینید 180 درجه مخالف اون چیزی که گفته چرا چون قدرت رو میخواست و قدرت رو با عوام فریبی و دروغ میتونست به دست بیاره بنابراین اونجا دروغ گفت تا همین تو پاریس هم که نشسته بود قبل از رفتن به ایران دروغ میگفت میگفت ما اگر برگردیم میریم به حوزه علمیه میریم به مساجد و زمانی که رسید به قدرت عملا تبدیل کردش روحانیت رو به بدنه حاکمیت خودش یعنی چون اعتمادی نداشتش به دستگاه دولتی زمان شاه که باقی مونده بود چون اعتمادی نداشتش حتی به کسانی مثل ملی مذهبی که شما ازشون اسم بردید بازرگان و غیر و زالک و اینها بعد از اینکه اون مانور سیاسی ابتدای انقلاب رو انجام داد همه اینها رو تارمار کردش کنار زدش و تمامی پست های مهم رو سپردش به کی به روحانیون چنانچه دیدیم بعد از ماجرای رجایی در واقع که آخرین نفر لباس شخصی هستش در پست بالا تمامی رئیس جمهورهای رژیم تا زمان احمدی نژاد آخوند هستن معمم هستند و به این ترتیب ما میبینیم که روحانیت مزدبگیر درست میکنن نکته دیگه این هستش که در دل خود روحانیت میان دستگاه اطلاعاتی به وجود میارن دستگاه امنیتی به وجود میارن یکی از روحانیونی که چندی پیش یک مقاله نوشته تحت عنوان در خدمت و خیانت روحانیت تحت عنوان محمد جواد اکبرین یا آخوند هستش در این در مقاله اش اشاره میکنه به یه نکته ای که من واقعا مایلم بگم به خاطر اینکه باید بدونیم چه خبر بوده در حوزه های علمیه جناب پارسا ببینید میگه که اگر قرار باشد مراجع سنتی و حوزه روند روزی روند دولتی کردن روحانیت از ابتدای انقلاب تا کنون را روایت کنند و از سوی دیگر طلاب جوان نیز از اتاق آمار یا حراست طبقه چهارم مدرسه دار شفا در مرکز حوزه علمی قم سخن بگویند تازه دامنه آنچه بر این نهاد رفته است آشکارتر خواهد شد ببینید در دل حوزه علمی قوم اومدن دفتر اطلاعات زدن دفتر حراست زدن آخوندها و طلاب جوان رو احضار میکنن اونجا و بهشون این نکته رو میآموزن که یا در خدمت سیستم باید عمل بکنید یا باید این لباس رو ترک بکنید یعنی فقط و فقط زبان تهدید که همین آخوند داره میگه در خیلی از موارد زمانی که یک آیت خواسته اظهار مخالفت بکنه قشنگ تهدیدش کردن به صورت مستقیم که همون بلایی رو سرت میاریم که سر منتظری بود. و حتی دادگاه ویژه روحانیت درست کردن برای محاکمه اینا بله. که تخلف از این درود بکنه. و در سال 65 بود که دادگاه ویژه روحانیت رو تشکیل دادن و اینطور که معلومه دادگاه بسیار فعالی هم هستش یعنی هر کسی در دل روحانیت اگر بخواد برخلاف روایت حکومتی روایت ولایت فقیهی از مذهب حرفی بزنه مثل کدیور و غیر و و اینها اینها دوچار این دادگاه میشن که به صلاح شاهدش بودیم اما نکته مهم جناب پارسا این استش که اینها حتی اومدن و در کنار حوزه های علمیه که معمولا تحت مرجعیت سنتی قرار داشتن و این کار رو فرد خامنه ای به خصوص خیلی بهش دامن زد چون خودش فاقد مشروعیت و مرجعیت مذهبی بود اینها اومدن و مؤسسات آموزشی برای روحانیون درست کردن مؤسسات دولتی بفرمایید یکی از این مؤسسات اسمش هستش مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی که زیر نظر محمد تقی مصباح یزدیه دقت میکنید آقای یزدی در اونجا آخوند حکومتی پرورش میده میده بیرون و منبع درآمد مالی اینی که براش اجازه دادن به صلاح تامین بکنه میلیاردها تومان پولی است که از قبل واردات شکر به دست میاد یعنی انحصار واردات شکر در دست مصباح یزدی تا به قول خودش امکانات مالی موسسه آموزش پژوهشی امام خمینیشون رو تضمین بکنه که در اونجا بتونن آخوند پرورش بدن آخوندهایی که تحت تابعیت مطلق ولی فقیه باشن و بعد اینها رو میفرستن تو بدنه دولتی که چکار بکنن خدمت بکنن و یا س... اه... به سلام میفرستنشون به خارج از کشور یکی از محصولات این مؤسسه که این رو معرفی میکنه در مقاله یه آقایی به اسم میفرستن اینا خارج که میدونید این روحانیون برن دکترا هم بگیرن بنابراین تیترش هستش حجت الاسلام دکتر حجت الاسلام دکتر مرتزا آقا تهرانی این آقا رو پول دادن فرستادنش آمریکا تحصیلات روانشناسی و فلسفه بکنه بعد که برگشته به تحصیلات ناموفق برگشته رفته الان در مجلس کنونی نماینده شده و یکی از حامیان اصلی احمدی نژاد هستش بنابراین در پاسخ به سوال شما که گفتید بعد از انقلاب چه گذشت بعد از انقلاب اون چیزی که بر روحانیت رفتش عبارت بود از دولتی کردن حکومتی کردن روحانیت از بین بردن استقلال مالیش استقلال معنویش استقلال فرهنگیش و در واقع در خدمت گرفتن روحانیت برای استقرار قدرت جمهوری اسلامی و استمرار بود بله، حالا با توجه به محدودیت وقتی که داریم عملکرد آخوندها رو در سی سال گذشته دیدیم آیا آینده روحانیت رو باز هم باید این گونه موفق ببینیم که هر کاری دلشون میخواد میتونن بکنن یا باید به شکل دیگری ببینیم حالا که مردم مصمم شدن تغییری در شرایط سیاسی کشور به وجود بیارن و خیزششون فریادشون سکولاریسم است و دنبال یک حکومت مردمی و آزادی آیا همخانی داره تکلیف این آخوندها حالا چی میشه با این تعداد زیادی که هستن ده. به قولی باید اینها رو آماده کرد برای آباد کردن کویر بله. یا اینکه باز هم به اینها ب... چیز داد شخصیت داد مسجد داد برید تو مسجداتون بشینید فعالیت کنید برای چند سال آینده دوباره بیاد سر قدرت بله سوال بسیار خوب است من فکر می‌کنم جناب پاشتا سرنوشت روحانیت و آیندهش در حال حاضر در دست خودشونه ببینید سه تا سناریو رو ما میتونیم تصور بکنیم برای اون چیزی که در انتظار روحانیت هست یا روحانیت موفق میشه خودش رو از این حکومت جهل و جنایت جدا بکنه و در این صورت یه حسابی جدا براش باز میشه که مردم میتونن به نوعی تا حدی براش مشروعیت قائل بشن باز به نام بله، روحانی به عنوان روحانی سناریو دوم این استش که برخی از اینها میتونن در مقابل حاکمیت قرار بگیرن ولی اکثریتشون میتونن در دل حاکمیت باقی بمونن که ظاهرا سناریو محتمل این هستش که میبینیم تک و هستن به صلاح الان دارن سعی میکنن حساب خودشون رو جدا بکنن از جنایتی که داره توسط حاکمیت به اسم اسلام و مذهب و غیر و انجام میشه سناریو سومش هم این استش که این جدایی انجام نگیره روحانیون بمونن در خدمت جنایت سالاری کنونی و بنابر این زمانی که مردم میان به میدون برای اینکه واقعا حساب خودشون رو تصویه بکنن با این حاکمیت و تعیین تکلیف بکنن برای حاکمیت تکلیف روحانیت رو هم مشخص بکنن یعنی به نوعی دفن